درود بر شما. 17 آبان ماه 1398 خورشیدی و 8 نوامبر 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به شکاف عمیق آموزشی در ایران. یک طرف مال نوکیسه ها و تازه به دورون رسیده ها، یه طرف مال بچه‌های محروم خانواده هایی که بیش از 90% جمعیت کشور 84 میلیونی ایرانن. پرده آخرم آخر برنامه. خب دیدین احتمالاً صحبت‌های مادرزن مشتبه خامنه‌ای توی سیمای آقایون هفته پیش درباره مدارس غیر انتفاعی فرهنگ. حالا محض یادآوری چند جمله‌شو بشنویم. خودم جزو کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی موانی مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست سال ششم بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران، باورتون نمیشه. به همین دلیل خودمون مدرسه ساختیم تا گل پسرمون بره توش درس بخونه. دروغ میگه که گل پسرم میخواست علوم انسانی بخونه، مدرسه مناسب میخواست پیدا نکردیم. فرید حداد عادل تو گفتگو با مشرق گفته بود که متولد 52، 3 سال ریاضی خواندم، سال چهارم شاهد بودم، سال 71 دانشجو شدم و با همراهی پدر سال 71 مدرسه زدیم و آنجا مربی شدم. یعنی اینجوری نبود که طرف بخواد بره علوم انسانی بخونه بعدن فهمیدین دیگه. سال 71 مدرسه فرهنگ رو میزنه، مدرسه فرهنگ واسه اینکه فرید جانش کار درست حسابی داشته باشه و شاغل بشه میزنن، نه اونطور که مامانش میگه که واسه درس خوندن زدیم. چرا این دروغ میگه من نمیدونم، چون اگه راستش هم میگفت هیچ فرقی در قضیه نمیکرد. نمیدونم چرا دروغ میگه، ظاهرا اینا نفسشون بالا نمیاد. اگه به هر صورت دروغ نگن همشون، یا خودتون بهترم هم میتونین. باری تو همون صحبتی که شنیدین، هم مجری سیمای آقایون و هم خود مادرزن مشتبه خامنه ای هر دو میگن حکومت جمهوری اسلامی نامشروعه. خودم جزو کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی موانی مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست سال ششم بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران، باورتون نمیشه. این حرف رو اصولا با فلسفه خود راه اندازی و تأسیس حکومت اسلامی در تعارض میبینم. خیلی متوجه نمیشم که بعد از شما متوجه نمیشم آقا، ببخشید. خب منم مثل شما میکنیم. ببخشید منم مثل شما متوجه نمیشم، اما وقتی بچه دارم نمیدونم چی کار کنم، دنبال یه محیط امن میگردم بچه‌مو بذارم. نمیتونم بگم چون اینطوری شد اینطوری نشد پس ولم کنم بچه‌مو. ما پیش از انقلاب هم میگیم فضای عمومی فاسده، بریم یه گوشه ای رو امن و امان فراهم کنیم واسه خودمون. بعد از انقلاب هم سال 40 همچنان داریم همین حرفا میزنیم. ببینید شما یه وقت هم مسئولین مملکت سوال میکنین، این سوالتون بجاست. یه وقت از دو نفر نه، حالا ایشون که مسئولم هستن، نه شما هم الان مسئولیت دیگه، نه من هیچ مسئولیت شورای عالی آموزش پرورش مسئولیتی نیست. من نماینده به اصطلاح ست فرهنگستان ها هستم طبق خب در حسولت عضو شورا. نه این عضو شورا هستم اما مسئولیتی ندارم فرد. چون سوالی که شما دارین میفرمایید سوال خود من هم هست که چرا 40 سال بعد از انقلاب. البته همه اینا رو یعنی میدونید من این فرمایش رو شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش پرورش دقیقاً این چیز شک دار همه درش معتقدن و متفق اونطور. ما باید به صورت جامع مسائل نگاه کنیم. آخه میخوام دکتر مسئله عدالت آموزشی حرف خوشگل نیست. فلسفه به این معنی که شما میگید فلسفه وجودی حکومت اسلامیه.
یعنی حکومت اسلامی بله. اگر بله. عدالت آموزش رو محقق نکنه از اساس نامشروعه. احسنت. مادرزن مجتبی خامنه ای، همسر حداد عادل، اینجوریه دیگه، خودتون هم میگین نامشروعه، یعنی باید کنار بره. کنار که نمیره، هیچ دیکتاتوری کنار نمیره تا کنار زده نشه. ماجرای مدرسه فرهنگ میدونید که سر و صدای زیادی را انداخت. خود قلوم علی حداد عادل، پدرزن مجتبی خامنه ای، توی یکی از فرهنگ سراهاشون یا نمیدونم یه محیط دانشجویی میره سخنرانی میکنه، یه دانشجو ازش سوال مهمی میپرسه. توی بدنه انقلابی مدارس پوری به عنوان یک عمل ضد عدالت تلقی میشه. شاید شما اینو قبول نداشته باشید. حتما قبول ندارم. سوال من از شما اینه، شما از بعد از انقلاب توی شورای تدبیر کتب درسی بودید، ولی خودتون مدارسی دارید که شهریهای کلان میگیرید و یه سری مطالب بیشتر از اون که کتب درس میگیرید. شما چی رو توی اون کتاب ها نذاشتید که دارید برای آموزش اون رو پول اضافه میگیرید؟ خود قلوم علی حداد عادل از اول انقلاب تا حالا بر تدوین کتاب‌های درسی نظارت داشته و خودش دست کم 30 کتاب درسی برای مدارس و دبیرستان‌ها تدوین کرده. زنش هم که به قول خودش نماینده 3 تا فرهنگ سراست در شورای عالی آموزش و پرورش. 3 تا فرهنگ سرا بی خودشون. حالا ببینین نحوه جواب دادن حداد عادل چجوریه. نمیتونم برای شما بگم که این مدرسه چجوری اداره میشه یا ما مثلا چی کار میکنیم. آدم کاری که برای خدا کرده که نمیتونه طلبکار شاید مرموم بکنه. من برای شما سفره دلم رو باز بکنم بگم چجوری داستان چیه. عجب و قبازه. یعنی کار برای خدا نباید گفته بشه وگرنه ثوابش از بین میره. اصلا تو هیچ جای مملکت شفافیت نیست، چون همه برای خدا میکنن، نباید گفته بشه. اگرم مجبورتون کنن که یه جوابی بدین، یه جورایی بگین، چنان حرف میزنین که آدم میگه عجب. ما داریم دانش آموزانی که اصلا ازشون شهریه نمیگیریم، ممکنه نگیریم. 10%، 20%، 30%، 40%، یه دماسون 100%. ما 100 جور خدمات اضافه میدیم. پدر مادرها تیب خاطر بکار میکنن. ما کلاسمون که تعطیل میشه تو خورنا، یه هفته بعدش برنامه های تابستونی شروع میشه. ما نمیذاریم بچه ها تو تابستون ویلون بشن که معلومی سر از کجا درمان. یه توافقیست بین ما و پدر و مادرها. کدوم پدر و مادرها؟ شما یعنی پدرزن فرزند برومند رهبر معظم، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، عضو دائم شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس فرهنگستان زبان ادب پارسی که افتخارتون دراز آویز فلانه، شما با کدوم پدر و مادر رو توافق کردین و میکنین؟ جز این که این پدر و مادر رو افراد بیت رهبرن و در مرحله بعد وزرا و بعضی نماینده های مجلسن و در مرحله بعد بچه وازاری های دمکلوفتی هن که مرسه مختلفه نخواستن برن، جز اینا کیان که میتونن 30 میلیون تومان حداقل تا 100 میلیون تومان شهریه بدن از فیلتر مرسه شما رد بشن؟ علی مرادخانی یه جوون حزب‌اللهی کار درستیه، نوشته من مدرسه دولتی درس خوندم، راهنمایی که بودم 60,000 تومان و دبیرستان 120,000 تومان شهریه دادم. اوج هزینه های تحصیلی من سال کنکور بود که سرجم حدود 1 میلیون تومان هزینه اردو و کتاب های کنکورم شد. رتبم هم شد 300. خب رتبه در کنکور شد 300. این جدول رو نگاه کنین، اینا قیمت های پایه است. تا حداقل 100 میلیون تومن هم میرسه.
اون نمونه رو آوردم از علی مرادخانی تا بگم که بچه های درس خوند که رتبه شون اینجوری تو کنکور هست، اینا لزومن مدرسه یه نمیدونم خاص و فلان و اینا نرفتن. حالا این جدول رو میبینیم. ببینین گرونترینش مال محمد خاتمی است با شهریه پایه 37 میلیون تومان و ارزونترینش مال الیاس قالیباف با شهریه پایه 22 میلیون تومان. اینا شهریه پایه است. بله، شهریه 37 میلیون تومان برای یه شاگرد. خب مدرسه ویژه برای این نیست البته که پول بی حساب کتاب درارن، مالیات ندن یا فکر کنن که اونجا بچه هاشون خوب درس میخونن، برای یه دلیل مهم دیگه هم هست، همون دلیلی که زن حداد گفت. محیط مناسب یعنی چی؟ یعنی یه عده پشت دیواره این مدرسه هم دیگر رو میبینن، با هم محشور میشن، سر یه میز و نیمکت میشینن و همینا هستن که میشن وزیر وکیل مملکت. هم از آشناییاشون تو مدرسه، هم از رفت و آمد خانواده هاشون استفاده میکنن تا یه حوزه رانتی شکل بگیره. برای همینه که وقتی رانت و پارتی نداشته باشی در مملکت امام زمان، یعنی امتیاز نداری، یعنی بیکار میمونی، حتی اگه مدرک دکترا داشته باشی، با درس خوندن مدرک دکترا گرفته باشی، نه با خریدن از تو ناصر خسرو. داوود بنا در تیغه میکشه اونجاست. دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردن، یکی آن که اندوخت رو نخورد و دیگر آن که آموخت رو نکرد. ما آموختیم ولی به کسی نتونستیم یاد بدیم. دکتر اینقدر نگیر با دیگه، اما داوود بگید خوبه. ارشدم هم توی دانشگاه خارزمی کرج گرفتم، اینجا رو بد شیدم، صاحبش بعدا ازم ناراضی نباشه. یا استاد تاریخ داره یه دیوار میسازه. 18 سال داریم درس میخونیم. تازه دارم متوجه میشم که فقط دکتر محمدی نیست که اینطوریه. ببینید من الان دانشجوی دکترا دارم، دانشجوی شریف دارم. ما تازه اومدیم دیدیم خودمون بی سواده ایم اینجا. چطور؟ خب دیگه اینجا دکترای ریاضیات، ارشد ریاضیات محض بوده دانشگاه شریف، همینجا دانشجو دانشگاه شریف بوده. اینجا آره اینجا بوده. برای اینکه بدونم عمق ماجرا چقدره، یا آگهی استخدام به نیازمندی‌های روزنامه همشهری دادم. به تعدادی آقا و خانم با مدرک فوق لیسانس یا دکترا برای کار در یک رستوران مجلل نیازمندی. برای آگهیتون تماس گرفتم. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، علوم اقتصادی، گرایش نظری، فوق لیسانس شیمی. برای نوبت آگهی نزدیک به 300 نفر زنگ زدن با مدارک کارشناسی ارشد و دکترا. من اگه مثال به شما بخوام بگم 100 نفر امروز برای استخدام حضوری تشریف آوردن، 50 نفر لیسانس به بالا. من تو اولمپیاد کشوری دارم، دو مقام اولمپیاد کشوری، یه اولمپیاد جهانی. اینا هیچ کدوم مدرسه خاص و غیر انتفاعی و اینا نرفتن. غیر انتفاعی اسمش هم حق بازیه. همه مدارسی که اسمشون از غیر انتفاعی، یعنی مثلا در کلمه یعنی نفعی توشون نیست، همه دکون دو نبشن دیگه. گفتم براتون، خودتون هم که میدونی. همون مصاحبه مادرزن مشتبه خامنه‌ای درباره مدارس غیر انتفاعی فرهنگ باعث شد که یه سری سوء استفاده های مالی افزون بر این شهریه بازی توی این مدرسه، این مدارس، یه سری سوء استفاده های مالی این خانواده هم ریخ بیرون. پسر پرویز فتاح که باباش تو همکیشان قالیباف، تو دعوای قدرت و تو رقابت بد با حداد عادل، پسر پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان نوشت مدرسه آقای حداد برای بنیاد مستضعفان است که سالهاست اجارهی بابت آن پرداخت نشده، حتی به بهانه آن زمینی از آقای قالیباف به بهای مفت خریداری و تغییر کاربری شده است. حالا من هم نوشته برای بنیاد مدرسه آقای حداد، مال بنیاد مستضعفانه دیگه، نوشته برای بنیاد مستضعفان است. مثلا این بچه های ایرانی که تو خارج فارسی فینگلیش حرف میزنن میگن
برای فلان از فلان ترجمه تحت لفظی انگلیسی به فارسی، شاید اینم تو انگلیس درس خونده، من چه میدونم، انگلیس بزرگ شده پسر فتاح، چه میدونم چه میدونم. پرویز فتاح الان رئیس بنیاد مستضعفانه، گل پسرش میاد ظاهرا طلب باباشو وصول کنه با اون توییت، بعد از یه ساعت بهش میگن ورش دار که ورش داشت، حالا عکسش ما داشتیم براتون گذاشتیم. ولی آنچه مسلم است این است که این زمین ها از این بنیاد و اون مرکز خیریه پولشویی و اون وقف فلان مؤسسه و امثال هم در میاد، تبدیل میشه به نوندونی که هر قرص نانش میلیاردها تومان میارزه. از مجموعه مدارس فرهنگ تهران 5 مدرسه غیر انتفاعی زیر نظر غلامعلی عداد عادل تأسیس شده و خانواده او در حال حاضر مدیریت آنها را بر عهده دارند. 1. دبیرستان دخترانه فرهنگ در خیابان الهیه. 2. دبستان پسرانه مهر فرهنگ در خیابان ظفر. 3. دبستان دخترانه فرهنگ در اتوبان صدر. 4. دبیرستان پسرانه فرهنگ در خیابان صدخندان. 5. هنرستان پسرانه فرهنگ. افرادی نظیر زهرا حداد عادل عروس خامنه‌ای و فاطمه داوودی همسر فریدالدین حداد عادل از جمله دانش آموزان مدرسه دخترانه فرهنگ بودند. هم اکنون آزاده و فرید حداد عادل مدیریت مدارس فرهنگ را بر عهده دارند. فرزند حجت الاسلام مجتبی خامنه‌ای و زهرا حداد عادل در دبستان مهر فرهنگ درس می‌خواند. شواهد نشان می‌دهد ملکی که فرزند فتاح رئیس بنیاد مستضعفان به آن اشاره داشته، همین ملک دبیرستان دخترانه فرهنگ در خیابان فرشته تهران است. ملک‌های قدیمی این منطقه حدوداً متری 35 تا 40 میلیون تومان برآورد قیمت دارند. این ملک تقریباً چیزی حدود ماهانه 80 تا 100 میلیون تومان اجاره و 500 میلیون تومان رهن ارزش دارد که این میزان معادل 115 میلیون تومان اجاره کامل است. البته مبلغ اجاره‌ای سال مثلا 76 یا 72 را نمیتوان با پول امروز محاسبه کرد. ساختمان خیابان الهیه از سال 72 در اختیار غلامعلی حداد عادل است. در طول 26 سال چیزی حدود 9000 سکه بهار آزادی باید به مالک ساختمان الهیه یعنی بنیاد مستضعفان پرداخت میشد. این رقم به قیمت روز سکه معادل 36 میلیارد تومان است. با این حساب اگر ادعای فرزند رئیس بنیاد مستضعفان صحت داشته و ملک الهیه بدون هیچ اجاره بهایی در طول 26 سال گذشته در اختیار حداد عادل قرار گرفته باشد، حداد عادل امروز 36 میلیارد تومان به بیت المال بدهکار است. این در حالی است که شهریه پیشدبستان یک مدرسه فرهنگ برای کودکان زیر 5 سال که تنها 3 روز در هفته و برای چند ساعت است حدود 7 میلیون تومان است. هزینه پیشدبستان 2 یعنی سال قبل از ورود به مدرسه 8 میلیون و 400 هزار تومان است. شهریه پیش دانشگاهی این مدرسه به بیش از 30 میلیون تومان میرسد. اینا شهریه های پایه است، عرض کردم. اینا آقای حداد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی، خواهش ازتون میکنم یه 2-3 دقیقه بشین با زنت این ویدیو رو ببین. ببین واقعا شرم‌آور نیست؟ این اشک ها نه برای محرومیت و برای حادثه ایست که ساعتی پیش از ضبط این گزارش رخ داد. فرو افتادن در این مدرسه منجر به کشته شدن دختر بچه‌ای شده که هنوز یک لنگه از دمپاییش زیر نرده های در جا مانده است. او پیش از مرگ در چنین جایی تحصیل می کرد. اینجا زندان، ندامتگاه یا انبار متروکه میز و نیمکت نیست. اینجا مدرسه است. اونجا دبستان مریم بجاربازار از دهستان پیر سهراب و دبستان شهید مفتح بجاربازار از دبستان پیر سهراب است که دبستان مریم 250 دانش آموز ابتدایی دختر و دبستان شهید مفتح هم بیش از 200 دانش آموز پسر داره. در 2 شیفت صبح و بعد از ظهر در این فضای آموزشی که بیش از 40 سال سن داره و کلاس ها همونجور که میبینید در ندارند، این مدرسه توی گودال واقع شده
که باران‌های زمستان سیستان و بلوچستان که وقتی میاد بیش از حتی 1 متر اینجا زیر آب میره. تعداد زیاد دانش آموزان نشان از شوق تحصیل در همین مناطق محروم دارد، اما هنوز پاسخ مناسبی به چنین شوقی داده نشده است. مثلا اینجا دبستان 8 شهریور و دبیرستان امام علی پیر سهراب است. گفته می شود این تازه یکی از مدارس نسبتاً خوب منطقه است. این مدرسه تا امسال هنوز دستشویی نداشته که حالا داریم واسش دستشویی می سازیم. این مدرسه نه ترانس برق داره نه کنتور برق داره. بچه‌ها تا سال گذشته که شهریور ما اومدیم اینجا حتی یه پنکه هم نداشتن که ما واسشون الان کولر خریدیم. کولر با افت ولتاژ مواجهه و هنوز نمیتونن درست استفاده بکنن. دانشجوهای ما که اومدن اینجا باشون درس کار کردن، یکیشون گرمازده شد و فرستادیمش تهران. این یکی از کلاس‌های مدرسه است. دبستان سال 74 دو کلاسه ساخته شده توسط منطقه آزاد چابهار. یک کلاس دیگر رو توسط مدیر مدرسه و اهالی با صورت بلوکی ساخته شده، ولی همچنان کمبود فضا دارن و بچه‌ها توی این سه سنگچینی که شما مشاهده می‌کنید به صورت کلاس درس می‌خونن. مت ابتدای 230 نفر دانش آموز بالغ بر دبیرستان دوره اول هم 270 نفر، دوره دوم هم 115 نفر. وضعیت فضای سرمایی ندارن، کولر ندارن. موقعی که باران میاد مثلا سقفش چکه میکنه. ساختمانی که الان میبینی با سقفش هم موزاییکه. و سرویس بهداشتی هم نداریم با دانش آموزای مثلا غیر قابل مثلا استفاده هستن. انشاهابان نداریم. دو کلاسمون هم همیشه مثلا هر سال مثلا قبلا زیر درختا مثلا دانش آموزا درس میخونن. خانم حداد عادل که میگن مدرسه ساختیم تا فرید جانم بره در محیط مناسب درس بخونه، که همینم دروغ میگه، عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور است به حکم رئیس جمهور، تدبیر و امید و اینا. شورای آموزش و پرورش کیا؟ کدوم بچه ها؟ دیدین دیگه اینو، این فیلمو. همه تونم 2300 تا فامیل به هم وصلین، همه چی هم دست شما هست. محض نمونه عرض میکنم، علی فروغی رئیس 30 ساله شبکه 3 سیما یا آقایون که فردوسی پور رو انداخت بیرون، هر کاری دلش خواسته کرده، خارزاده همین زن حداده. بذارین یه اشاره بکنم به نتیجه پژوهشی که مؤسسه دابل تینک، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن پایتخت ایالات متحده است. اعضای خانواده علی خامنه‌ای مالکیت یا کنترل روزنامه‌ها، مؤسسه‌های انتشاراتی، خبرگزاری‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی عمده ایران را در اختیار دارند. برای نمونه محمد حسین خوشوقت که یک دوره مدیر دولتی بود در دولت محمد خاتمی، ایشون پسر عزیزالله خوشوقت یکی از آیت الله‌هایی است که فتوای قتل روشنفکران و نویسندگان را صادر میکرد. میگم صادر میکرد چون سال 91 مرد آیت الله. به گفته شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، متهمان پرونده قتل‌های سیاسی پاییز 77 گفته بودند که بیت رهبری از طریق عزیز الله خوشوقت در جریان انجام قتل‌ها بوده است. مؤسسه انتشاراتی فرارو، مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران به پسر ایشون آقای ممدحسین خوشوقت، پسر آیت الله خوشوقت مربوطن. بعد خواهر ممدحسین یعنی دختر آیت الله خوشوقت، زن مصطفی پسر بزرگ آقا امام خامنه ایست. یه نمونه دیگه، حسن خجسته باقرزاده که به غلط حسین خجسته باقرزاده بعضی جاها نوشتن، حسن خجسته باقرزاده، ایشون همه جا هستن. چارات سروش، بنیاد سینمای فارابی، هیئت امنای دانشگاه صدا و سیما، معاون صدا و معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما و چند جا دیگه. بعد منصور خانوم
همسر آقا امام خامنه ای ایشون خواهر حسن خجسته باقرزاده است. نزدیک 40 ساله که تو این سمتایی که از کارهای خجسته باقرزاده هستن داشت این خانومه، گفتم تا خامنه ای میرسه به قدرت 40 ساله برادر زن رو میاره تو کار. 40 ساله تو این تو رادیو بوده، تو صدا و فلان فلان فلان. خب یک نمونه دیگه بعدم یه چیزی بهتون میگم. اینقدر اینا رو قاب میگیرن این دوروبری های خامنه ای، دکتر نمیدونم گردن کلفت فکر ادب اندیشه فلان، همین مثلا حسن خجسته باقرزاده و اینا رو. خب یک نمونه دیگه عرض کنم از این آقازاده های امروزی حزب الله، کمیل خجسته باقرزاده. این آقازاده مؤسسه فرهنگی هنری تبیان نور رو دارن و مؤسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و تارنمای leader.ir و تارنمای خامنه‌ای.ir هم دست همین ایشونه. گل پسر حداد عادلم که میشه برادر زن مشتبه خامنه‌ای، تهران تایمز و روزنامه جامعه جم و خبرگزاری مهر و تارنمای خبری امید گستر، اینا فقط یه چند قلم از کنترل جریان رسانه هاست که دست خامنه ای و زن و بچه‌شه، دوماد و فلان و اینا. ولی درآمد مالی و سود عجیب غریبی که اینا از قبل این مدارس غیر دولتی میبرن اونم کم اهمیت نداره. یاشار سلطانی روزنامه نگار نوشته است همسر عداد عادل میگه برای پسرم دنبال مدرسه علوم انسانی سالم میگشتیم، نبود مدرسه غیر انتفاعی تأسیس کردیم. شاید جالب باشد بدانید که روح الله زم مؤسس آمد نیوز، یاسین رامین فرزند محمد علی رامین متهم چند ده میلیاردی و حسن میر محمد علی داماد شمخانی متخلف لواسان همگی با هم در مدرسه فرهنگ آقای عداد عادل و همین خانم هم کلاسی بودند. جالبتر این که هادی رضوی داماد شریعت مداری متهم بانک سرمایه هم اتفاقا خروجی مدارس خاص است، در مدرسه مؤتلفه با فرزند آقای قالیباف هم کلاسی بوده اند. الیاس قالیباف و هادی رضوی خودشان مؤسسه نوآوران آموزشی شمس الشموس را تأسیس کردند که چندین مدرسه لاکچری مثل مهر هشتم دارند. این ماجرای مهر هشتم و شمس الشموس چیه؟ مؤسسه آموزشی به نام نوآوران شمس الشموس که سرمایه اولیش 100,000 تومان، 100 تا تک تومانی اعلام شده و این مؤسسه صاحب امتیاز مدرسه غیر انتفاعی مهر هشتم. مؤسسه شمس با سرمایه 100,000 تومان ثبت رسمی می شود با هدف مشارکت در تعاونی های فرهنگی. الان بالای 20 میلیارد تومان فقط ملکش می ارزه. این ملک متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره با نام محمد رضا میرزایی فرد است که در اقدامی جالب یک سال پس از ثبت مؤسسه و اعلام روزنامه رسمی آن را به دیگر عضو هیئت مدیره به نام عباس فوم با قیمت نازل و به مبلغ ماهانه 4 میلیون تومان با ودیعه 50 میلیون تومان جمعاً 5.5 میلیون تومان اجاره ماهانه طی اجاره نامه شماره فلان در تاریخ 20/12/91 واگذار کرد. خب مبلغ اجاره نامه که گفتم 5.5 میلیون تومان، این مبلغ با توجه به قیمت‌های روز و نحوه کاربری و موقعیت ملک و درآمدهای حاصله نه تنها به یک شوخی می‌ماند بلکه شایبه‌ای از یک قرارداد سوری برای فرار مالیاتی را در اذهان زنده کرده و از طرف دیگر این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که این اسامی و عناوین تنها پوششی برای به انحراف کشاندن مراجع قانونی و مخفی‌کاری در راستای عدم آشکار شدن دست‌های اصلی پشت پرده است. عمو جون دست های اصلی پشت پرده، یکیش چلاغه یکیش هم دست چپشه که میتونه با دست راست بنویسه، اینه دست های اصلی پشت پرده، خانوادشه. گفتم که البته تفلی ها روزنامه‌نگارای پژوهشگر در ایران میدونیم که مجبورن تا همینجا حرف بزنن دیگه.
بله، یکی از کارهای این مؤسسه شمس الشموس پولشوییه. چجوری؟ یک سال بعد از ثبت این مؤسسه رو یه عضو هیئت مدیره اجاره میده به یه عضو دیگه هیئت مدیره تا پول کثیف به اسم اجاره ماه به ماه پرداخت بشه و اینجوری تمیز بشه. پول کثیف خانواده قالیباف رو یه قلمشو باید از خودش پرسید و البته از روحانی، مخصوصا زمانی که قالیباف مسئول ستاد مبارزه با قاچاق مواد مقدر بود و پروندهشو روحانی با دعوا و عربده کشی تو شورای عالی امنیت ملی موقعی که دبیر شورا بود بست. گفت یه بارها ویدیوشو پخش کردیم تو جریان مثلا مبارزات انتخاباتیشون روحانی اینو رو کرد. حالا نکته این است که الیاس قالیباف یک عضو هیئت مدیرشه، یکی دیگه از اعضای هیئت مدیره این مؤسسه شمس الشموس محمد هادی رضوی است که توی مدرسه پولی دیگه درس خونده، مدرسه مختلفه، یعنی اینا با هم هم کلاس بودن، منظورم اینه که مدرسه فرهنگ مدرسه مختلفه. بعدم کلاهبرداریای عضو هیئت مدیره شمس الشموس همین هادی رضوی تو دعوای خودشون علنی شد که میدونید دیگه. سید محمد هادی رضوی متولد 1363 مدیر عامل گروه اقتصادی به نام فاطمی و از متهمین اصلی پرونده اختلاس در بانک سرمایه در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 98 به 20 سال حبس، رد مال 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. در عرصه نفتی محمد هادی رضوی فروش روغن سوخت کشتی به شرکت ملی نفتکش ایران و فروش روغن خودرو و گریس به ایران خودرو را به نمایندگی و واسطه‌گری از شرکت نفت پارس بر عهده داشت. این شرکت از شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است. محمد شریعت مداری پدر زن محمد هادی رضوی عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به آقا امام خامنه ای است. آقای ممهادی رضوی تو بعضی از فعالیت‌های سینمایی فرهنگی هم مشارکت داشته است که دیگه میدونین دیگه چه گویم که ناگفتنش بهتر از همه چیز کثیفه تو این مملکت، از بانک و تجارت و فرهنگ گرفته تا سینما و سریال تلویزیونی و اینا. تحصیل کرده های مدارس خاصن، این مدارس غیر دولتی به اسم مدرسه غیر انتفاعی همشون دو دلیل و دو مسیر اصلی رو طی میکنن. یک، کشیدن دیوار امتیاز فرصت مشارکت در اجتماع بین آقازاده ها و بقیه بچه های دوروبرشون، یعنی دیوار بین اونا و بچه های جامعه 80 و چند میلیونی ایران، و دو، سود مالی. مادر یکی از دانش آموزان پایه 11 درباره نحوه ثبت نام دخترش در یکی از این مدرسه های خاص متعلق به مسئولان میگوید ما برای پایه 11 22 میلیون تومان پرداخت کردیم، اما با برنامه فوق برنامه‌ای که برخی هایش هم اجباری بود در نهایت هزینه سال تحصیلی دخترم 35 میلیون تومان شد. البته اردوهای خارجی و داخلی هم دارن، مثلا دخترم اردوی فرانسه رو شرکت کرد و ما در حدود 50 میلیون تومان هزینه سفر فرانسه رو دادیم. البته امسال سفر شیراز هم داشتن که حدود 5 میلیون تومان هزینه کردیم. چند نفر از دانش آموزانی که در این مدرسه درس می‌خوانند هم می‌گویند این مدرسه آموزش‌های خاصی ندارد، فقط اردوهای داخلی و خارجی خوبی دارد. یکی از همین دانش آموزان که در اردوها شرکت کرده می‌گوید ما عاشق اردوهای خارج از کشورش هستیم. خودم سوئد و فرانسه را رفتم. برای سوئد 30 میلیون، برای پاریس 50 میلیون دادیم. بله. بله. این پولی کردن تحصیل، این فرهنگ سازی است که آقای امام خامنه‌ای مدام می‌فرمایند اینه این فرهنگ. این باعث شده که حتی مدارس دولتی هم پولی بشن. تعدادشان هر سال بیشتر شد، حالا به 24 نوع رسیدند. هیئت امنایی نمونه دولتی، نمونه مردمی، شاهد خیلی مدارسی دولتی که شهریه دارند، نوشتن شهریه هیئت امنا در سال 600 هزار، اما برنامه آموزشی خاصی هم ندارند.
تعداد بچه ها همونه، رسیدگیشون همونه و از اهداف اصلی خود هم دور شدند. نمونه دولتی ها مختص روستا بوده، متاسفانه ما آوردیم تو مرکز شهری مستقرشون کردیم. بعد یه حذف این مدرسه ها بارها داده شده. میریم به سمت جایی که تنوع رو کمتر کنیم. تنوع مدارس حتما کاهش پیدا خواهد کرد. به سمتی خواهیم رفت که این تنوع رو کاهش بده. اما در این سالها این مدارس نه تنها کاهش بلکه هر سال بیشتر هم شدند. تیزهوشان سه برابر شدند و 500 مدرسه عادی هم مجوز هیئت امنایی گرفتند. در بیشتر کشورها مدارس یا دولتی اند و یا غیر دولتی و دسته سومی وجود نداره. تنوع مدارس اگر به رقابت سالم و افزایش کارایی مدارس منجر می شد خب شاید قابل قبول بود، اما مدارسی که در این سالها متنوع شدند نه تنها کیفی نشدند بلکه تنها دانش آموزان ما را از هم جدا و دسته بندی کردند. دسته بندی هایی که در نهایت منجر به افت تحصیلی دانش آموزان ما در مدارس دولتی هم شد. نه فقط افت تحصیلی در مدارس دولتی، اصلا شکاف طبقاتی جامعه رو به شکل عجیب غریبی بیشتر کرد. همون فرصت برابری که برای درس خوندن از بچه های ابتدایی گرفته میشه تا دبیرستان و بالاتر، همون تبعیض رو تو جامعه و تو زندگی روزمره میبینین. همین بچه ها دارن میبینن. آقازاده هست که میتونه برای خودش برنامه و نقشه زندگی ترسیم کنه. بچه‌ای که با درس نصف نیمه رها کرده به خاطر فقر خانواده، حالا 22 سالش شده، اصلا چه نقشه‌ای میتونه برای زندگیش داشته باشه جز اینکه همین امشب و به فردا برسونه؟ مهدی بهلولی فعال و عضو انجمن صنفی معلمان میگوید ثبت نام در این مدرسه ها به بخشی از فرهنگ خانواده ها تبدیل شده. از یک طرف خانواده ها چاره ای ندارن وقتی بیشتر از 70% مدارس در خیلی از مناطق شهری غیر دولتی اند. خانواده ها بچه هایشان را کجا ثبت نام کنند وقتی اینطور است؟ از طرف دیگر در این سالها چشم همچشمی هم برای ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی خاص بیداد می کند. برای همین می بینیم آمار خانواده های متوسط و حتی سطح پایین که با قرض و قوله این شهریه ها را جور می کنند خیلی بیشتر از قبل شده. این فرهنگ سازی فقط برای اینکه با افتخار بگویند بچه ما در فلان مدرسه درس می‌خواند. متاسفانه همه‌گیر شدن این تفکر تبعات جبران ناپذیری داشته و دارد. تمام این عوامل دست به دست هم داده تا به معنای واقعی آموزش و پرورش طبقاتی شود. مگر شعار انقلاب ما دفاع از مستضعفین نبود؟ گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس میگه حدود 2 میلیون دانش آموز از تحصیل جا مانده داریم. از هر 6 دانش آموز یک نفر از تحصیل جا مانده است. علت در گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس فقر خانواده. یه علت. سال 98 مینا کامران مدیر اجرایی پویش ایران من میگوید از هر 4 دانش آموز در ایران یک نفر ترک تحصیل میکند. علت آن عمدتا کمبود امکانات آموزشی است. رویداد 24 مینویسد راستی آیا همسر حداد عادل فکری هم برای مناطق مرزی و محروم و کودکان نیازمند به مدرسه و امکانات و آموزشی داشتند؟ آیا وقتی به شرایط بد رشته علوم انسانی توجه کرده و برای حل معضل تأسیس مدرسه غیر انتفاعی را طراحی میکردند به نبود امکانات آموزشی در سایر نقاط ایران و حتی در مناطق حاشیه‌ای همین پایتخت و چگونگی رفع معضل فکر میکردند؟ این زوج تاثیرگذار در جریان آموزشی کشور چه فکری برای پیشبرد عدالت آموزشی در کشور داشته یا حالا فرزند خلفشون داره؟ ببینید 5 پست آخر توییت فرید جانو میخونم، فرید حداد عادل، اون گل پسر. ببینید فقط یکیش در جواب پرسش های جامعه است تو این سر صدایی که ایجاد شده، که بیشتر هم حالا میگم دیگه بیشتر لوس بازیه تا حرف حساب. نوشته اگر دانش آموز نخبه‌ای در زمینه علوم انسانی میشناسید که مدرسه مناسبی برای تحصیل ندارد معرفی کنید تا در فرهنگ ثبت نام شود. پست بعدی وقتی پذیرایی از زوار اربعین یک وظیفه اجتماعی شیعیان است بر ماست که از خیلی زوار مظلوم پاکستانی به نحو شایسته پذیرایی کنیم. پست بعدی در کلاس کتابخانی فرهنگ می‌خواستیم به مناسبت هفته دفاع مقدس کتاب پرواز تا بی‌نهایت رو همراه دانش آموزان کلاس نهم مطالعه کنیم که متاسفانه نه کتاب یافت شد و نه اثری از ناشری که می‌خواستیم. آیا نوجوانان و جوانان نباید با شخصیت شهید بابایی آشنا شوند؟ پست بعدی فکر می‌کنم از پست بعدی رو
فکر میکنم از فوت تو بیشتر از همه کاهنان عنود یهودی مسرور شدند. مرحوم شیخ حسن کورانی در کنار رزمندگان حزب الله لبنان عمری فلان و بهمان. یه همچین موجود نجات پرستی که فقط نفرت ایجاد میکنه علیه پیروان یک دین دیگه شده فرهنگساز و مدیر مدارس فلان و بهمان، مدارس خاص. مامان جونش و بابا جونش که پدر مادر عروس آقای امام خامنه ای هم هستن، رهبر معظم، براش مدرسه فرهنگ زدن. اونم حالا داره برای بچه‌هایی که تو مدرسه های فرهنگشون درس میخونن فرهنگ سازی میکنه. این همون چیزیست که رهبر نظام مقدس میخواد. بی خود نیست که کتاب های درسی به این روز افتاد. قلوم علی عداد عادل خودش یکی از تدوین کننده های اصلی کتاب های درسیه. چند تا شاعر و نویسنده مهم امروز و دیروز در کتاب های درسی ابتدایی متوسطه یکی دو تا شعر یا مطلبی ازشون بود که دیگه اونام نیست. حسین قاسمپور مقدم مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتاب درسی آموزش پرورش و از مؤلفان کتاب نونگاشت ادبیات، کتب نونگاشت ادبیات در پایه 11 هم میگوید کلیه کتاب‌های درسی از سال 94 تغییر کرده و وارد نظام جدید شدند. این تغییر برای متناسب سازی کتاب‌ها با سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی بوده است. قاسمپور درباره اصول و ساختار انتخاب آثار در کتاب‌های نونگاشت یا جدید و تألیف میگوید برای مثال جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت. در میان آثاری که از کتاب‌های درسی حذف شدند داستانی از غلام حسین ساعدی، بزرگ علوی و محمود دولت‌آبادی دیده می‌شود. آقای مدیر می‌فرمایند، مدیر گروه ادبیات در دفتر تألیف و فلان اینا می‌فرمایند تغییر در کتاب‌های درسی برای متناسب سازی کتاب‌ها با سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی بوده. کدوم سند؟ همون سندی که رهبر معظم فرمودن باید در مقابل سند بی سی یونیسف تدوین و اجرا بشود. یونیسف بخش فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد حدود 2 سال پیش بود دیگه تو جریان این برنامه هم گذاشتیم، با سند توسعه پایدار که معروف شد به سند 20C همه کشورهای جهان رو دعوت میکنه به آموزش بر پایه علم، نه بر پایه دین و مذهب و خرافات و ایدئولوژی. سند 20C ممنوع میکنه متنها و کتابهایی رو که جنگ افروزی و دشمنی رو بین بچه ها رواج میدن. آوردن حججی به کتاب‌های درسی نماد همین مقابله با معیارهای جهانی بشری است که با دنیای مدنیت آشنا شده. حالا گروگانگیری هم وارد کتاب‌های درسی میشه، باورتون بشه. 12 آبان امسال همین 98 رهبر معظم دستورش رو داد. بعد از آنی که جوانهای ما رفتند این مرکز رو تسخیر کردند و با زحمت زیاد کاغذهایی رو که خورد شده بود، مدارکی که در کاغذ خورد کن ریخته شده بود، اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شماها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینی که از اعتراضای منه. کی داره چی میگه؟ کی داره به چی اعتراض میکنه؟ کنسولگری ها و سفارتخونه های شما رو اگه وقت ایشالله به حق علی سرتون رو بزنین زمین، کنسولگری ها و سفارتخونه هاتون رو ازتون برن بگردن، ازتون بگیرن، چند هزار جلد کتاب سند ترور و توطئه و جنگ افروزی و پولشویی های میلیارد دلاری جمع خواهد شد. چی میگی؟ پیشوا حرف میزنه، بقیه رو نگاه کنین. الان
فردای همین سخنرانی پیشوا نماینده های مجلسش این دستور رو اجرا می کنند. 13 آبان 98 ببینیم. اینجا در مجلس شورای اسلامی نمایندگان امروز و همین الان دارند در اولویت بررسی قرار گرفتن طرحی رو بررسی میکنند در مورد الزام دولت به گنجاندن سرفصل‌های در مورد جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها که از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح شد و دیگر کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی هم اون رو بررسی کردن و تاکید دارن بر در اولویت بررسی قرار گرفتن اون. مجلس داره این طرح رو بررسی میکنه، بعد ببینیم که کلیاتش تا لحظات دیگر در مجلس شورای اسلامی انشاءالله به تصویب خواهد رسید. گروگانگیری هم جزو آموزش های بنیادین مدارس. بچه های گل در این نظام مقدس میشه یاد بگیرین. همون چند لحظه لحظاتی بعد به قول خود این خانومه لحظاتی بعد از همین گزارش سیمای آقایون، مجلس با اکثریت قاطع رأی داد به این طرح. بعدم نماینده های مجلس یک صدا گفتن مرگ بر آمریکا و رفتن منزل که زنگ بزنن به بچه هاشون تو آمریکا ببینن یه وقت پولی چیزی کم و کسری اگه دارن یه جوری واسه شون بفرستن. ببینین از این امتیازهای ویژه بین تازه به دورون رسیده ها یه مسببه عجیب غریب رو براتون بگم. خیلی نمونه ها شبیه این هست که خب در یه برنامه لازم هم نیست همه نمونه ها رو بخوام بگم. حالا یک نمونه، یه عده مدیرای وزارت بهداشت که عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامیان، اینا سال 95 میگن اجازه بدین به ما که بچه هامون که دامپزشکی قبول شدن تو کنکور بذارین اینا همینجوری تغییر رشته بدن، همینجوری برن پزشکی بخونن، برن داروسازی بخونن. ببخشید شاید هم گفتم پزشکی بخونن، حالا من داستان رو براتون میگم خودتون دستتون میاد. تصویب می شود که همه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، نه همون یکی دو نفری که درخواست کردن، همشون این کار رو بکنن که و خدای نکرده تبعیضی قائل نشده باشه. محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره می گوید در سال 95 دو نفر از مدیران وقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که فرزندان آنان در رشته دامپزشکی قبول شده بودند تمایل به تغییر رشته از دامپزشکی به داروسازی داشتند که با توجه به عدم کسب نمره لازم این کار انجام نشد. رئیس وقت دانشگاه آزاد میگوید در شهریور ادامه میدهد که در شهریور 96 پس از اعلام استعلام از وزارت بهداشت و درمان و اعلام موافقت آن وزارتخانه با انتقال فرزندان این افراد، با تعمیم این موضوع به همه فرزندان هیئت علمی برای جلوگیری از رفتار تبعیض‌آمیز با توجه به اختیار مصوبه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته می شود که جابجایی رشته دامپزشکی به پزشکی شامل حال همه فرزندان اعضای هیئت علمی شود. داروسازی هم نه، همتون بدون تبعیض بریم پزشکی، پزشک بشین. شما که نمرتون به داروسازی هم نرسیده، دامپزشکی قبول شدین، حالا بریم پزشک. چی بگم اینا که مرسه های مثلا خاص رفتن اومدن اینجوری با حقه بازی هم، تازه اینا درس خونه شونن مثلا. آخه فرید حداد و الیاس قالیباف و امثال اینا چه تخم دو زرده ای کردن که باید رو پول بغلطن، وقت بچه های باهوش و گل و شریف این مملکت به خاطر اینکه آقازاده نیستن. ما میگیم هر جامعه یا هر خانواده ای که درآمد و هزینش با هم بالانس نباشه بحران به وجود میاد. اینجاست که اولین کسی که وارد بازار کار میشه کودک کار، مخصوصا پسرش. از اول که هیچی بلد نبودم، بعدش با پسرمون رفتیم بالا شهر اومدیم،
جراب میفتیم و اشانا منم خیاطی با جمشید اینا. جمشید هم میرفت بسم یواش یواش کار یاد داد کار میکنم اوت کاری هم بلد. من به یه بچه گفتم که من به تو 10,000 تومان بدم چی کار میکنیم؟ گفت من میرم روغن میخرم. گفتم به خودت بدم. گفت میرم روغن میخرم دیگه. گفتم به خودت بدم 10,000 تومان چی کار میکنیم؟ گفتم ولی میرم خب روغن میخرم. بین زندگی شخصیش و زندگی خانوادگیش هنوز چی شده؟ تفکیک نشه، یعنی کودکی نداره این بچه. تو 8 سالگی، 9 سالگی دقیقاً شکل پدرش شده. کار میکنن دیگه. چه کاری؟ مثلا کار نظافت. کجا؟ حالا دیگه همه جا هست دیگه. مثلا راه نزدیک بود تا شرخه میرم، راه دور باشه مثلا با اتوبوس میرم. بلدی پس اتوبوس سوار شی؟ آره تمام تهران رو میشه که پدرم بلدم. مگه تو چند سالته؟ 12. اینا بچه‌های کارتون خواب نیستن و اینا بچه‌های خانواده دارن. این پرتقال کی خوردی؟ میگه فکر میکنه کی خوردن؟ آه عرفشیه دختر خالم بود. میگه مرغ کی خوردی؟ عرفشیه دختر خالم. مثلا فرض کن یعنی نون چیزا مرغ کی خوردی، میوه کی خوردی، یعنی یه جشنی اتفاق بیفته تو فامیل، اینا برن یه دونه پرتقال یه دونه مثلا فرض کن مرغی خورده باشه. من اصلا از روز اول که اینجا آمدم هیچ کی بام دوست نبود، من خودم پیدا کردم. اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. قانون خوب یا بد هیچی را عوض نمیکنه. هیچ نظام فاشیستی در هیچ جای جهان مجری قانون نبوده و نیست، حتی قانون مدون و مصوب خودش. بریم بسه، بریم پردی آخر. یه نفر اومد گفت یا رسول الله، گفتی نماز بخون گفتیم چش، گفتی روزه گفتیم چش، گفتی حج گفتیم چش، به اینا راضی نشدی، دست پسر عمت علی رو گرفتی به عنوان وصی بعد خودت انتخاب کردی، اینو از طرف خودت گفتی یا از طرف خدا؟ پیغمبر فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، من از روی هوا و هوس حرف نمیزنم، هر چه که میگویم وحی مطلق است. گو خدا گفته؟ گو آره. گو اگه خدا گفته یه سنگی بیا تو سر من بخوره من بمیرم، آقایی علی رو نبینم. سنگی خورد به سرش از مقعد و توهیگاهش بیرون آمد و به درک واصل شد. خدا اینو زده تو قرآن، سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع و للمؤمنین ذو المعارج. برو بابا حوصله داری. شب و روزگار خوش.